I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. صبحی گالمیا واه خودزنی کردم شوت یه حرفی نمیتونم بزنم دیگه آخه این حال نمیده به خلع میره آدم چاو من فریم واتساپ میگم چه خبر برای بچین چه چنل کریتی گروپ هست به من یوکیه یا شاخان خب چه حرف بزنی یه ویدیو روانشناسی دیگه هم میخوام براتون بگیرم در مورد تأثیر جدایی. ببین فرقی نمی کنه تأثیر قهر کردن، جدایی، هر چی کلن تو این مبحث هول میدیم، هولدینگ میکنیم، میریم جلو. پس با من همراه باشین. امیدوارم این زیر 15 دقیقه بشه بتونم آپلود کنم. دو تا ویدیو روانشناسی من بالای 17 دقیقه شده. کی بره برسه به 1000 تاه بکنین دیگه نامردا. خب برم دیگه پدر خب در مورد جدایی قهر و تأثیراتش ببین من اینا که میخوام دو پارتش بکنم یکیش چگونه آشتی کنیم خب دلایلی که برای آشتی کردن داریم یکیش هم اینه که چه تأثیری میذاره جدایی. ببینید اصلا کاری ندارم که رابطتون با هم دیگه چیه، خواهر برادرین، پدر و پسرین، پدر و پدر و مادرین، حتی نمیدونم فرزند و مادرین، چه میدونم زن و شوهرین، بعد برو عقبتر زیدین، بعد برو عقبتر رفیقین، همکلاسین، هر چی. خب بر اساس هر چیزی، حالا عقاید، اعتقادات، نمیدونم اصول، شما اینا رو داریم که اون طرف رعایت نمی کنه. مثلا چه میدونم تو اصولت اینه که تو داشت تو دروغ نگی، اصلا بس عقیده نیست، اینو نباید دروغ بگی به من، اینو کاری نباید بکنی، فرق نمی کنه. پدر به فرزند میگه، بچه باباش میگه که من موچی تو با فلانی گرفتم و بابا جان اصلا چیزی نیستش که من اینجا پدرسالارم که این حرف بزنیم. مورد دیگه این که اصول ها این هست، بعضی وقت هم عقیده چیز داره، این داره کورم میکنه که من این کاری بابا کاری برم. خب مورد دیگه عقیده است که اون بحثش جداست که بله بعضی از عقاید، بعضی از عقاید، از مجموع عقاید منظورمه، شاید از نظر تو درست باشه ولی از نظر خیلی اصلا چرت باشه. چون این چقدی تو داری مثال دارم میزنم، بعضی از چیزا عقیدهشون اینه که من مخصوصا الان مثلا دختر باشه پسر باشه کنم، مخصوصا اگه رفیقشون باشه میگن که تو باید وقتی با منی، حالا منظورم جنس موافق با موافقا، یعنی مثلا دو تا رفیق پسرن تو خان تو را تو خیابون دارن راه میرن، دختران دارن خیابون راه میرن، مثلا عقیده شون اینه که تو وقتی با منی نباید به همکلاسیامون سلام کنی یا مثلا به فلانی سلام کنی. چرا؟ چون اون دختره مثلا بی‌حجاب. این عقیده است.
یا مثلا اصول، اصول هم میتونه مضاف باشه، مثلا همین مثال خب، ولی یه مدل دیگه‌اش. تو نباید با فلان دختر حرف بزنی. چرا؟ چون من بهش پیشنهاد دادم، حالا پیشنهاد دوستی یا هر چیز دیگه، اون رد کرده، یک آدم مغروریه، پس تو نباید باهاش حرف بزنی. کاملا یک اصول کسشی دیگه، یه از کسر شأن هم استفاده نمی کنم. و این هم باشه و هزار تا مثال دیگه هم میتونیم برای این مورد بزنیم. اما تأثیرش سه حالت بیشتر نداره. یک، یا خیلی زود فراموش میکنیم، یعنی این که بلش کن بابا زندگی ادامه داره، این اومده اون میره. حالا اکوب میگم این جملاتی که من میگم عمومیه، باز جنسیت زدهش نکنید، این میاد این میره، نمیدونم بابا دیگه، حالا این حرفا رو زده مهم نیست، الان فعلا جایگاهمونو داریم، خونمونو داریم، نمیدونم فعلا هم که پودجی میده مهم نیستش، حالا یه حرفی زده دیگه قهر چی بکنم، یا مثلا قهر کرده که قهر کرده دیگه من چی کار کنم، من که باش قهر نیستم، اون قهره پس بخیالش برم دنبال کار. یا حالت، حالت دوم بیخیالیه. این یک نوع بیخیالی بود که بله تو قهر نیستی اون قهره، و فکر میکنم از نظر تو اشتباه نکردی، از نظر بقیه هم اشتباه نکردی، به اون فکر میکنه اشتباه کردی، ولی اینجا اصلا برات مهم نیست، مهم نیستش. اونجا به نظرت خوب میومد که بله فلانی بیاد با تو آشتی بکنه، خب حالا بد نیست، حالا اومد دیگه رفیق بودیم، حالا نمک همون خوابی حالا اینجا پسشن نونه نمک همون خوابیم بیاد، مهم نیست بیاد، من مشکل ندارم. ولی بعضی جاها تو دیگه اصلا ریاکشن نشون نمیدی، اندرستن؟ یعنی مثلا میگن که آه فلانی امیرعلی هم میشناسی، یا مثلا سه تا سه نمیشناسی، مثلا تو فلانجا دیدیمش، تو مگه با اون قهر نیستی فلان اینا، مثلا به این که از سه تا سه چه خبر، یا هر جمع کلمه اسم دیگه، هر خبری از اون بشه، هر جمله از اون نسبت به اون به کار برده بشه، برات هیچ اهمیتی نداره، نه برای اینکه از اون دلخوری، خب برای اینکه دیگه سنگین از چشت افتاده، برات مهم نیستش که آقا جان بقیه در موردش چی میگن. خب یک دیدگاهه، نه دلیل دیگه هم میاره، میگه که خب من اگه پشت رفیقم اینجا باشتم چی من به دست میارم، خب چی من به دست میارم، مثلا میره به گوش امیرعلی میرسه که بله محمد حسین پشتت وایساد، تو کافه داشت باهات به خاطر تو دعوا میشد، و چی میاد میگه عجب رفیقی، عجب اشتباهی کردم، نه این تیکشو نمیگه عجب اشتباهی کردم، میگه ای بله عجب رفیقی، حالا اون اشتباهو کرده معذرتم نخواست، ما حالا میریم. یعنی بازم اون کارت اشتباه میدونه ها، اون کارت اشتباه میدونه، ولی بازم میاد دنبالت، یعنی هیچ تفاوتی تو عقیده اون به وجود نیاوردی تو با این کارت. خب این مورد دوم بود که گفتم، یعنی اصلا برات مهم نیست. خب که چی، یعنی مثلا بیاد بگه که اون کلمه رو من نمیتونم اینجا به کار ببرم، من با که این شروع میشه چهار حرفیه، یه هر جمله خبری در موردش بهت بگم، یه که به شیرم، شیر سماورم، شیر خوردنی یا هر چیز دیگه، که خب من چیکار کنم. مثلا طرف میاد میگه که فلانی ها دیدی با فلانیه، مگه تو مثلا دوستش نداشتی؟ نه چیکار، سنگین. ببین الان تو این مورد گفتم خیلی خیلی جنسیت توش دخیله. شما اگه مثال دارم میزنم پسر با پسر به هم بزنه، دوستم منظورم تو ایران این چیزا عادی نیستش، پسر با پسر به هم بزنه رفیقان قهر کنن، اونجا حس نفرت به دست نمیاد،
تو بی تفاوتی خب که چی بود بود نبودم چیکار کنم داشته و من چی بهش کنم هزار تا کار دیگه دارم سنگین. اما وقتی میگم اینجا جنسی سرش میکنن وقتی پسر و دختر باشه و دختره مثلا باش برم زده باشه و خبره از اون دختره بیاد خیلی سنگین. اول با حس نفرت اون خاطراتی که داشته رو باش مرور بکنه و خیلی سنگین میگه لقش لقی خورد با قول این بازی هفت لقی خورد. برای همین این دوتا رو نباید یکی بدونیم. برای اینکه داخل ایران اینطوری جنسیت خیلی تاثیر میذاره توی صحبتی که با اون طرف میکنی و این از نظر من خیلی مزخرف. مورد دیگه گفتم سه حالته. حالت اولی که گفتم که برات مهم نیست ولی دوست داری بیاد قهر تموم میشه. دو برات مهم نیست کلا باشه نباشه حتی اگه هم بیاد تو باز همون جور حالت سرد رفتار میکنی. اما حالت سوم، حالت سوم یه حالتیه که حادتر از قبلی است و قول گفته تر و خشک تو با هم میسوزونی. تر و خشک تو با هم میسوزونی مثلا این چی؟ یعنی این که تر و خشک تو با هم میسوزونی اینجا از تست نفرت میاد و خیلی هم غیر قابل کنترل. مثلا چی؟ اینجا باز جنسیتش خیلی مهمه. جنسیتش خیلی مهمه یعنی میگم خیلی مهمه زیاد مهم نیست چون مثال دارم میزنم. حالا توی دعوایی بودی رفیقت نیومده پشت تو بگیره تا ازش عصبانی و با تمام افرادی که حتی با اون رابطه دارن تو قطع ارتباط میکنی. این اوج مرحله است. این یه جوری مثل تولید داخل ایران میمونه که فقط خودتو این رفتار رو میپسندی چون اصلا خب که چی بقیه چی کار کردن که تو با اونو قهر میکنی. این یکی دومیش اینه که خب چی به دست میاری، چی به دست میاری بگو که خب بله من با این کارم آرامش به دست بودم. چی آرامشی؟ تا که میخوای بشنی فیلم ببینی تو از حتی اون سرگرمی های عادی که تو ایران مخصوصا رواج داره چه میدونم با همون چهار تا پسری که میرفتی فوتبال میزدی سالن میگرفتی با اون چهار تا پسری که والیبال میرفتی نمیدونم ورزش میکردی دوچرخه سواری میرفتی کوهنوردی میرفتی نمیدونم میرفتیم گیمنت بازی میکردیم. الان دیگه حتی اون کارم نمی کنی تا که میخوای بشینی خونه نمیدونم گیم بزنی فیلم ببینی سریال ببینی کنترل رو بالا پایین کنی یا تنهایی گز کنی. چی خب چی؟ این خیلی هم بده. این خیلی بده برای اینکه تو بهش عادت میکنی و بعد نمیتونی ولش کنی. خیلی راحت بگم اینطوری تو با این دیدگاه بری جلو چون به هر حال خانواده برات فشار میارن میگن که بی پدر تو که کارتو داری خونتو داری زندگی تو داری چرا زن نمیگیری زن هم گرفتی بچه دار شدی. با این دیدگاه بهشون نگاه میکنی که داداش شما اضافی اینجا من دلم میخواد تنها باشم شما دارین تنهایی منو خراب میکنی. من دلم میخواد چه میدونم 50 متر 300 متر خونم کلا خونش تنها باشم تلویزیون صدای تلویزیون بلند باشه نمیدونم همینطوری برم همون برای خودم نمیدونم اون بر با گربم یا سگم بازی کنم و هر چیز دیگه. بعد اینا تا کی میفهمی؟ یعنی مثلا تو 40 سالگی تا 50 سالگی شما فهم میکنید چقدر عمر میکنید؟ مگه ما مثلا قدیمی هاییم که آقا نون و کره و کره محلی و نمیدونم فطیر و نمیدونم گردو چی درست حسابی و پنیر ماست چکیده و اینجور چیزا بخوریم؟ نهایت ما و اگه زنده باشی 60-65 8 که همون 10-5 سال آخر هم که مریضیم یا داریم انسولین میزنیم یا داریم قرص قلب میخوریم یا فشار خون داریم یا دیابت داریم یا هر چیز دیگه ای داریم بعدم اعصابمون به هم ریخته است کلافه ایم
از همون 10-15 سال زندگیمون هم درست حسابی نمیتونیم استفاده بکنیم، تاش تا 50 سالگی. الان چند سالته؟ نزدیک 30 سالته، 40 سالته، 20 سالته. چقدر از این چیز تو زندگی تو میخوای با این رفتار هدر بدی؟ بعد چی به دست میاری؟ شما اینو به من توضیح بدی، چی به دست میاری؟ تو از تنهایی چه استفاده ای میکنی که بگی بله من ازدواج نکردم، تنها بودم، زندگیمو ساختم؟ یعنی قشنگ همینا رو بیای بگی هر کسی ازت پرسید. یعنی چه میدونم 15 سال دیگه رفیقت رو دیدی که توی هنگ کنگ هتل داره، نه یا به که هتل داره اومده تو ایران مثلا تو دیدیش، نه یا به که آره دیگه تو چی آپارتمان 40 متری مستجریم و رهن میدیم و بعد 15 سال بعد این تنهایی خودت ضربه میبینی. بعد اونجا کی رو میخوای مقصر بدونی؟ چی رو مقصر میخوای بدونی؟ میخوای بگی که اون مقصر بود؟ میخوای بگی که تو 15 سال 10 سال از زندگی تو فقط به خاطر اینکه اون مقصر بود تو هدر دادی؟ اصلا به خاطر این نبود که خودت لجوج بودی؟ من لجوجت و پافشاری رو تو کار گفتم بهتون، خب؟ ولی اینجا بحث زندگیه، بحث اینه که خب چی؟ ما الان مثل زندگی آمریکایی نیستش که بیای اونا حالا منظور خارج نفر آمریکایی زندگی روزمره عادیشون براشون اوکیه، خونهشون رو دارن، زندگیشون رو دارن، درآمدشون رو دارن، یعنی شلکس هم بکنن راحت تو 10 سال دیگه 15 سال دیگه یه خونهی برای خودشون خریدن، یه ماشین هم دارن، درآمد کارشون هم هست. خب اونا بخوام مجردم بمیرن آخرم همه چی میرسه به دولت. ولی ایران که اینطوری نیست، جا خیلی جای دیگه هم شاید اینطوری نباشه بر اساس تورم و هر چیز دیگه، خیلی جای دیگه هم شاید اینطوری نباشه. شما مثلا تو ایران مثلا فکر میکنی تا 20 سال دیگه تو میتونی با این تورم خونه بخری، تو میتونی زندگی بسازی، اصلا ازدواج کار ندارم، تنها بودن و منظورم مجرد بودن نیست، منظورم تنها بودنه، یعنی قطع ارتباط کردن با بقیه است. اگر نه مجرد بودن الان میگه اجباریه دیگه. تو رو الان مثال دارم ما نزدیک 3 میلیون دهه 60 داریم که مجردن. خب اینا که میخوان ازدواج کنن، که میخوان بچه دار بشن، که میخوان عروسی بچه هاشون ببینن، که میخوان بچه هاشون رو ببرن دانشگاه، که میخوان نوهشون رو ببینم، یه کار حرفی ندارم. اگه دارم از پارت اول بخش جدایی و قهر کردن و اینا چیز داشته باشین، لذت برده باشین. من کلان قهر کردن و اینا رو گفتم، بعد دفعه بعدم چیزاشو میگم، راه های آشتی کردن رو بهتون میگم. البته اگه دیدم از اینا استقبال کردین، امیدوارم این زیر 15 دقیقه بشه. اصلا فلاسک نباشه و ما ویدیو بگیریم. من خوبم، نسوختم، فقط یکم دو. خب گایز باز مخواستم یک چهار من فرماستم بگیم لایک کامنت سابسکرایب الاس که یادتون نره ویدیو ما رو حتما حتما شیر کنین. اینستاگرام من سی زنگ شای، اینستاگرام و گروه من سی جی نقطه کریزی گروپ، تلگرام من سی نقطه جی به حروف بزرگ انگلیسیه، عرفی حدیثی نیست. اول از اینکه سلامت بشین، دومان از اینکه دوست خوبی داشته باشین، سومان از اینم که دوستتون دارم خیلی زیاد. تا دیگه بعد شما بدین پیس. خب همش من بودم میشم بیرم.